انگا مجام کمی درباره نقش خود در سازمان ملل متحد بگوین که چطور شد که کمیشنری سازمان ملل متحد امور پناهجویان شما را به عنوان هنرمند ویژه امسال انتخاب کردند؟ در ماه اپریل بود که کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان با ما در تماس شد. وقتی ایمیل آنها را دیدم بسیار خوشحال شدم که همچو پروژه را از من خواستند. آنها پیشنهاد کردند که نقاش سمبول روز جهانی پناهجویان باشم. احساس کردم که برای این پروژه مناسب هستم به خاطر که هنرمندم و سالهاست که پناهجو می باشم. به همین خاطر خواستم تجربه خود را در این پروژه منعکس سازم که برای من و سایرین به چی معنا باشد. خوشحال شدم که آنها با من در تماس شدند. پس آنچه که شما رسم کردین موفق شد و دیزاین امسال یا سمبول روز جهانی پناهجویان است. این چی معنی دارد؟ موضوع امسال روی یک جا بودن، عشق و اتحاد است. برای این پروژه من نقاشی های زیاده کردم و در نهایت آنچه که بیشتر برایم معنادار بود، نقاشی دو دست و قلب در داخل آن به شکل یک پیاله بود. قلب یک زبان بین المللی است و سمبول است که همه می دانند. من با یک جا ساختن این دو عنصر یک پیام بسیار قوی ترسیم کردم که بسیار ساده است، اما یک پیام قوی را برای جهان دارد. کارهای خود تا حد به مسائل افغانستان متمرکز است و تا حد گذشته خود تا باعث یک پناهجو نشان می ده. در مورد یکی از نمایشگاه خود برمو بگوین که در اون زندگی یک پناهجو بیشتر منعکس شده است. مطلقاً اکثریت کارهای هنری که من کردم از خاطرات کودکیم سرچشمه گرفته. خاطرات شکننده من پس از آنکه افغانستان را در 1996 ترک کردم، با عنوان یک هنرمند همیشه تلاش میکنم به خاطرات خود رجوع کنم و داستانها و جواب پرسش هایی که در ذهنم هستند را پیدا کنم. با این نوع معلومات و خاطرات من کارهای هنری خلق کردم و جهانی را ساختم که برای من قبل وجود نداشت. اگر شما نمایشگاه مرا در سال گذشته در یکی از گالری های شهر روم ایتالیا می دیدید، در این نمایشگاه بیشتر تجربه کودکیم از بازار نشان می داد. تجربه خوب و لحظات بیاد ماندنی بود. روزهای جمعه من دست به دست مادرم به بازار می رفتم و در آنجا با لباس، مود و فیشن و دیگر اجناس آشنا می شدم. چیزی را که بیشتر از همه در زمان طفولیت دوست داشتم خریداری از بازار بود و در این نمایشگاه می خواستم که این خاطرات در آن انعکاس یابد. بخشی از کارهایم بر اساس مسائل مطرح برای زنان افغان است که آنها جزء قصه های معاصرند. در این نمایشگاه می خواستم موقعیت فرهنگی بازار را نشان دهم که به زنان تعلق دارد، به خاطر که همیشه بازارها را مربوط مردان می دانند. به همین خاطر در این نمایشگاه اسمای زنان برجسته ساخته شده تا جلب توجه نماید. شما از بحران پناهجویان در افغانستان آگاه هستین. شمار زیاد افغان ها به دلیل ادامه جنگ ها برستن به اروپا و سایر کشورها متواری شدند. نظر شما چی است؟ چی امیدها برای پناهجویان وجود دارد؟ واقعاً که افغانستان روزهای سخت و غم‌انگیز را پشت سر می گذراند. جنگ ادامه دارد و باعث می شود که مردم از آن کشور متواری شوند و نمی توانند در خانه های خود در صلح و آرامش زندگی کنند. این چیزیست که من با آن بزرگ شدم و هنوز نزدیکان من در کابل این وضعیت را تجربه می کنند که جای تأسف است. به حیث یک هنرمند من بسیار امیدوار هستم که تغییرات خواهد آمد و به حیث یک پناهجوی افغان که در امریکا زندگی می کنم احساس می کنم که این امتیاز را به عنوان هنرمند دارم تا تجارب پناهجویان را منعکس سازم و امیدوارم که روز صدای من به گوش کسانی برسد که مثل من می خواهند خانه دوم در کشور دیگری داشته باشند. کانادا کشور دوم برای من است. آرزو دارم همه افغانها روز خانه خود را بیابند و در امنیت و عشق و آرامش زندگی کنند. پیام شما برای دختر جوانی که شما را میبینند و میخواهند در آینده مثل شما یک هنرمند شوند و یک روز به سازمان ملل متحد برسند، شما با آنها چی الهام میدهید؟ Of course, I would be so happy if they're watching me right now.
برای آنها آرزو دارم که برای رسیدن به رویاهای خود ادامه دهند و هیچ وقت از آنچه که در زندگی می خواهند و از انتخاب نوعیت زندگی خود و اینکه چگونه زن می خواهند باشند نترسند. برای همه آنها آرزوی بهترین ها را دارم و امیدوارم که هیچگاهی و در هیچ شرایط تسلیم نشوند.